ماجرای افزایش غیر رسمی قیمت نان خبرساز شده و با اینکه مقام های دولتی بارها گفتن قرار نیست قیمت نان امسال افزایش پیدا کنه رسانه های داخلی از چند نرخی شدن قیمت نان در روزهای گذشته خبر دادند این افزایش غیر رسمی قیمت در حالی اتفاق افتاده که به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران قیمت فعلی نان مربوط به دو سال پیش و سال 1400 تا به حال نرخ جدیدی برای فروش نان اعلام نشده او گفته با توجه به نرخ تورم قیمت فعلی نان در واقع تا 140 درصد ارزونتر از نرخ واقعیش و اینی هم که در جامعه مطرح شده نسبت به قیمت نان یا قیمت دارو یا قیمت بنزین به هیچ عنوان قیمت نان و دارو و بنزین افزایش پیدا نمیکنه. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1402 یارانه نان رو 56 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان فروش نقدی نان را ممنوع و نانوایی ها رو ملزم کرده از کارت خون ها استفاده کنند. بر اساس یک گزارش میدانی که خبرگزاری مهر منتشر کرده قیمت انواع نان در سال گذشته به این ترتیب بود همونطور که اینجا هم میتونیم ببینیم سنگک و بربری 5000 تومان لواش 500 تومان و تافتون 1500 تومان بیاین برای مثال نون سنگک رو در نظر بگیریم خواستم خدمت آقای رئیسی عرض کنم که شما که اعلام کردید نون گرون نمیشه درسته نون گرون نشده ولی متاسفانه وزن چونه ها انقدر کم شده که نونا مثل کاغذ میمونه حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که قیمت نان امسال بالا نرفته می‌بینیم قیمت نون سنگک که الان حداقل 5000 تومنه سال 98 کمتر از 2000 تومان بوده یعنی طی چهار سال چیزی حدود 180 درصد افزایش پیدا کرده این در حالیه که به نوشته اقتصاد نیوز در بسیاری از نانوایی ها کف قیمت نان سنگک 10000 تومانه و بعضی جاها تا 30000 تومان هم فروخته میشه اگه به جای خرید حضوری بخواین به صورت اینترنتی مثلا با اسنپ فود نون بخرید باید چند برابر بیشتر پول بدید به گزارش اقتصاد نیوز نون سنگکی که حضوری حداقل هزار تومنه قیمت فروش اینترنتیش به 40000 تومن هم میرسه در کنار نانهای سنتی قیمت نانهای حجیم و نیمه حجیم که به اسم نون فانتزی شناخته میشن هم افزایش پیدا کرده در یک نمونه به گزارش همشهری قیمت نان توست برند سنان در هم همین روزهای اخیر از 25 هزار تومن به 30 هزار تومن رسیده به نوشته همشهری افزایش قیمت نانهای فانتزی بی سر و صدا و بدون تصویب هیچ نهادی صورت گرفته دولت در سال گذشته یارانه آرد این نونها رو حذف کرد